معرفی میکنی؟ بله خواهشم. ایشون شاسخین هستن که 10 سال پیش یکی از بازیگرهای به نامه در واقع کشور ما بودن، هنوز هم هستن. خودش دیگه علاقه نداره که بازی کنه. ایشون هم دنگول هستن که مترجمی میخونن. یکم بزرگ شدن نسبت افکت هستن. بله بزرگ شدن. مدتی بود که در واقع این دوتا کارشون این بود که پا قلم میکردن، غذاشون هم لباس میخورن. یعنی شاسخین معمولا شلوار میخوره، اینم بلوز میخوره. بعد بزرگ شدن دیگه، زندگی همینه دیگه، بزرگ میشن. شاسخین جا خودتو معرفی کن عزیزم. ایش هرس اف دویچ زین زی فرای داده دیش. چی گفتن؟ گفت من آلمانی صحبت میکنم، فارسی نمیتونم صحبت کنم. خانم بخت بیاری خانم میگن اینو از تیمارستان رو بردم. خانم بخت بیاری بله. منوتون رو یه بار میفرمایی؟ منوی من انقدر سخته و انقدر پیچیده است که اصلا گفتنش یه خورده. سلامی به گرمای دست تو دوست، دلم با دلت رو بروست. بلاقی سوپر خوره یعنی چی؟ بگو عاشقی تا سلام کنم، تمام دلم را یک جا بنامد. بنام هیش غذا، هیش غذا سوپرشته. سوپرشته یعنی چی؟ آشرشته؟ رشته توشه دیگه. برمیشل بابا، برمیشل. آقا اینا درست کنی سوپ برمیشل. من خودم فکر میکنم که 4 میشم، اما میخوام که خودم رو ارتقا بدم و نخوام که در این حد بمونم. میخوام که در این مسابقه مقام بیارم. دلم نمیخواد که به 4 بودن اکتفا کنم. خب غذای اصلی زرش بولو با مرغ خوشمزه است. هرفشیال دسر خیلی سخته، دسرم ژله. از من الان من به این منو 2 شما نه آقا سرده که ما بردو پشتمون والله. الان من اینو منو چند میدیم؟ از فرط سادگی سخته. اصلا من طرفدار سادگی هم مهون علی بازی. ندا دوستامه که به عنوان همکار من در آشپزی میشه اونجا حضور داره. تشریف بیارین ندا جان، خاله شاسخین دنگوله بفرمایید. خیلی منوم سخته، بر دستم به خودم آوردم. ندا خانم عبداللهی دوست من و خودش میگه آشپزی خوب بلده، ولی فکر کنم چاخام میگه. 4 چیز ازش پرسیدم بدتر از من بود. به هر حال من و ندا با هم دیگه میخوایم یه کاری بکنیم تو آشپزخونه. نمیدونیم چیکار کنیم. با چی میخوایم شروع کنیم؟ والا الان یهو ندا به من گفت بهش دیدی چی شد، برنجمون رو خیس نکردیم. گفتم حالا فکر کنم الان تازه باید شروع کنیم برنج رو خیس کنیم. پس میخواییم ما بریم شروع کنیم؟ نمیدونم، یه لحظه بذار شاسخین جان. میخواییم ما شروع کنیم؟ خانم بختیاری شما چقدر لباساتون همیشه عجیب غریبه؟ عجیب غریب نیست. الان این یه لباس خیلی رسمیه که متعارفه. متعارف. بعد خودتون آدم پرهاشیه‌ای هستین؟ خودت پرهاشیه‌ای؟ بله؟ گفتم خودت پرهاشیه‌ای. شما چی؟ من نه اصلا ابدا. متعارف و بی‌هاشی؟ متعارف و بی‌هاشی. بعد اهل فوتبال هستی؟ بله. ببین اونجوری که بخوام نگاه کنم نه، ولی از دیدنش لذت میبرم. یه توضیح بدین که برنامه چیه؟ عرض خدمتتون که اول اجازه بدید من باید برنامه رو به این شکل شروع کنم که مرا 1000 امید است و هر 1000 توی، شروع انتظار و پایان بهار توی. خب شروع میکنیم برنامه شام ایرانی رو و با سلام و درود خدمت تمام بینندگان عزیز. خداوند چه بسیار دوستتان دارد که جانتان همیشه خیس باران محبت اوست. درود بر او پادشاه آسمان و زمین و زمان، خداوند بخشنده مهربان. خب سرکار خانم ندا برای ما امروز چی دارید؟ من ما عمر همکار اومدم. تو گفتی به من کمک میکنی همه دارن کمک کنیم. اینا تو هر کار دوست داری بکن. خب من خب بریم. خب این موضوع چیه روی این میز؟ مگه میخوایی الان موز پلو درست کنیم؟ الان چی کار میخوایی بکنیم؟ اصولا من از شما شام ایرانی چیه؟ شام ایرانی اولا من هیچ علاقه به این برنامه ندارم، ولی عرض به خدمتتون به خاطر اینکه
در عرصه هنر اگر بخوای نگاش بکنی میتونی به این کار بگی گروتسک. یعنی چی؟ نمیدونم. من چی نمیدونم میگم گروتسک. من الان اول بسنده اینو باز میکنم. ما میخوایم چیز کنیم، سوپمون اول درست کنیم، سوپ رشته. به این شکلی که سینه مرغ رو میندازیم توی آب. بیا نه دا. هیچ خیلی زیاده برسون. آه یه چیز دیگه هم بگم که اینجا خونه ما نیست. من بخواستم تا سوال کنم چرا تو خونه خودتون نگرفتی؟ به خاطر اینکه من شوهرم دوست نداره. یعنی چی؟ میگه که بینوش تو دیگه خیلی زندگیمونو در معرض دید میذاری و اینکه مثلا توی اینستاگرام هم و فضای مجازی که میریم تو دیگه خیلی خودمونی هستی، خیلی دیگه همه چی تو میدونن، ولی دیگه خونه زندگی رو اجازه بده چون منم در شریکم کسی خیلی دیگه خبردار نشه. چند نفر توی فضای مجازی شما رو تو اینستاگرام دنبال میکنن؟ الان 3 میلیون نفر. خودتون چند نفر رو دنبال میکنین؟ خودم نزدیک 800 نفر رو دنبال میکنم. ملاکتون برای اینکه یه نفر رو دنبال کنین چیه؟ قسم آیه میده جون مادرت اینا من دیگه دلم نمیاد. آره به رحمه. بعد یه استراتژی همونجور که میبینم چه استراتژی قوی برای آشپزیتون دارین، برای مدیریت صفحتون هم یه استراتژی دارین. یه الخی همینجوری هرچی دلم بگه. اعتقادم که خداوند پرسپولیس رو آفریده تا استقلال بی سرور نمونه. چی؟ میگم خداوند پرسپولیس رو آفریده تا استقلال بی سرور نمونه. به این دلیل آفریده خب شده. خب اینو نگران نیستین که دوباره تو صفحه اینستاگرامتون چه اتفاقی میفته؟ چه اهمیتی داره اگر آدم ها اجازه ندن که تو عقیدتو بگی؟ خب اونا معلومه که هیچ علاقه به تو ندارن. خب آدم هم که علاقه به من نداره تو صفحه من نباش. شانسخین داره میگه یه بد جوری میگه که خانم بختیاری همه منحصر به فردن، خانم بختیاری متصل به برقه. اینو گفت علی شنیدین؟ آلمانی ها؟ بله به آلمانی. من متصل به برقه بسیار کار خیلی خوش میگذره. من فقط خواهش میکنم یه کمی هم آشپزی بکنی نقلا یه ذره. به خدا الان نمیدونم چیکار کنم. میدونی شما اینجا شلوغ کردین ماجرا رو، من اصلا نمیفهم. میخوای آقای غفوری هم بیاد کمک؟ من قرار بود هر کسی یه نفر کمک داشته باشه. حالا ما دو نفر میشیم. اقلا یه پیازی خورد کنید، یه سیب زمینی پوست بکنید. از اون تاثیر میذاره. خب اقلا یه کاری کرده باشی. 4 نفریم دیگه، بیشتر که نیستیم. نه اینا چی همه رو میزه ندا؟ جمع کنین رو. من یه چاقو بیارم. نه چاقو میدی به من؟ یه چاقو به من میدی؟ باید نمیم آخه این تو که شوینده است. نه ها بیا. خب من الان میخوام یه مقدار سیب زمینی چیز کنم برای شما. چی کنیم؟ ای بابا خونه آدم نیست چه درد سره یا هیچی نمیدونیم کجاست. خب میخوام یه ذره سیب زمینی خورد کنم. وای خدا کاش که الان به جای شماها هیچکی تو این خونه نبود. نه بعد سیب زمینی ها رو نمیشوری؟ آه چرا یادم رفت. گل خالیه. یه صدایی میاد. موسیقی چی؟ موسیقی چه جور موسیقی؟ کلاسیک. به همین غلظت کلاسیک. بیشتر آثار کیو گوش میکنی؟ موزارت. فقط آخه ببین میدونی چی آقای سهر یه اعتقادی من دارم. بفرمایید. من از آشپزی متنفرم، مثل رانندگی، مثل کامپیوتر، این چیزایی که واقعا بدم میاد. یعنی چی از کامپیوتر متنفرین؟ از کامپیوتر، از کلن چیزایی که خیلی پیچیدگی داره خوشم نمیاد. یعنی وقت باید براش صرف بکنیم. ولی یعنی ایمیل دارین یا ندارین؟ ایمیل الکی میگم دارم ولی ندارم. نه موسیقی راستشو بخواین خیلی فعلا گوش نمیدم، فرصتش نمیشه. بعدم چون خیلی احساساتی هم زود موزیک تحت تاثیر منو قرار میده، حالا یا شاد میشم یا غمگین میشم، یه چیزی میشه. خلاصه سعی میکنم که بذارم احساسم روال طبیعی شو. چقدر بلدی درست کنی؟ دروغ نگفته باشم میگه هیچی ندا از اون با قالی پلو مایچه بلدم که به نظرم خیلی راحته.
این زنش پلو هم خیلی راحته. رف بعد این لگن ببخش. خب عرض به خدمتتون که غذای ایرانی کلا خیلی راحته به نظر. پس چرا شما اینقدر نواردین؟ چرا نواردم؟ دارم سیب زمینی پوست میکنم دیگه. چه شکلی سیب زمینی پوست بکنم؟ خب از این قرتی بازی تخت تخت تقیار که فکر نمیکنم نسیم مقالو هم که شاخ روزمونه بلد باشه. چرا؟ نسیم مقالو شاخ روزه توی ما شاخ بوزیم توی آشپزی. الان در چه مرحله ای هستیم؟ در مرحله خوبی هستیم. فکر کنم همون جایی که اول کار بودیم. همون جایی که اول کار. هیچ پیشرفتی نداشتیم از اول تا. هیچ پیشرفتی نداشتیم. ولی الان من میخوام پیشرفتو به شما نشون بدم. نشون بدیم پیشرفتو. عرض به خدمتتون که ما میخوایم برنجمونو خیس کنه. یه لحظه اجازه بدید. اونور. نوبت منه. خانم بختیاری. اونور. ندا یه چیزی درست کرده بود مثل غذای حیوان بود. واسه کیه؟ فکرم واسه شاسکین روزی هم. ما الان آب برنجمون اول باید بذاریم برای اینکه برنجمون دون نشه. بشه یا نشه؟ بشه. ولی خب خب تو دوره دبیرستان تجدید زیاد می‌آوردی؟ وای نه همیشه شاگرد دبر نه آره تقریبا درسم خیلی. این دوربینه این آقا یه لحظه این دوربینه از همون است که از زیر اینجوری نشون میده آدم رو سیاست میده بعد این دوربینه مونه که دیگه از زیر سیاست همش با این منو بگیری خیلی خفم میشه آدم از اون زیر وقتی میگیره اینجوری حالت انگار داره خیلی حرفای مهمی میزنه. اگه بخوایم یه حرف مهم بزنیم چی میگیم؟ زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است. بعد این برنج تموم شد ندا جان پخت؟ نه میگه پختی نه من دیگه ندارم تموم شد خب بده بزنیم نه برنجمون کلن تموم شد یعنی همین بود شما لطف کردین از من نظر همین قدر برده بودید ببخشید ولی من یه برنجی دارم یه ها رو میکنم به کمک کنیم بالا یا علی اینو که داریم این چیه؟ هم نداریم ببین این یه برنج خدایی منی که دست پختم خوب نیست خیلی خوش پخته خدایی یعنی به درد کسایی میخوره که آشپزیشون مزخرفه هر چقدرم بد درست کنیم باز خوب در میاد یعنی اینقدر برنج ری میده اساسی یکی اینقدر همیه موینه ماری کلا یه دفعه من مادرم سرم اومد اینو درست کردم بعد میگفت خیلی معلومه برنج تو که اینقدر خوب در آوردی این چرا با نمیشه بعد معلومه که آشپز خوبی هستی گفتم که ما اونجا ببخشیم هول هولی شد و اینا از این حرف خانم بختیاری اگه بخواین یه جمله مهم و تاثیرگذار بگین یه جمله که احساس میکنین همیشه دوست داشتین اینو بگین چی میگین؟ خیلی ممنون واقعا یه دفعه اومدم تو اینستاگرام دیدم یکی راجب مامانم 15 خط فوش نوشته خب بعد من مامانم خیلی دوستم خود کیه که مادرش رو دوست نداشته باشه همه عاشق مادرشونن بعد منم بختیاریم خب اصلا تو یه چیزایی به کسی باج نمیدم یعنی پای خب. یه چیزایی شدید وای میسم البته بختیاری ها عذر میخوام اگه آشپز خوبی نیستم ولی خیلی ناراحت شدم باور کن در جا خون نرسید به مغزم در جا سردرد گرفتم گله گله اشکم اومد پایین که این چیکار به مامان من داره اگه تو مردی با خود من در بیافت اگه مردی قرار بذار ببینمه بی خدا اگه جلو دستم بود کشته بودمش رو پدر مادرتون خیلی حساس این دفعه تو برنامه ماه عسل گفتین نه مامانم خیلی حساس این دفعه تو برنامه ماه عسل گفتین از طرف پدر مادرتون حمایت نشد مامانم نه بابا پدر. آره پدر مامان نه مامان قضیهش فرق داره الان از اون حرفی که زدین پشیمون نیستین که ببین من ناراحت نشدم باباتون چرا سه یه مدت خیلی زیادی با من صحبت نمی کردن من درباره چند نفر اسمشونو میگم هر نظری دارین خیلی خلاصه بگم ای هنوز که نگفتم یعنی این حرفا خوشم نمیاد خب میخواین نظر ندین من میگم شما هر جور خودتون دوست دارین باشه باشه بهار رهنما خیلی گل عسل منه دوستش دارم بهار رهنما مخلوطی از نمک
اسرارآمیز بودن، زیبایی، جادویی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن، شجاعت، همه چی با هم داره. همون دیگه داره کم کم آماده میشه. سوپتون رو که هیچ کاری نکردین که، فقط آب جوش اومده. آماده شد. اینا قبل از هر کاری من این رو آب میشه بکنم. سوپتون رو ببینم همون که داره حاضر شده چه شکلی شده. سوپو بیار ببینم. تو تو دستگیری بگی سوپو بیار ببینم که حاضر شده. ببینیم واقعا این سوپو. با سرعت کار میکنیم. چون من حتی بعید میدونم آبش جوشیده باشه. جوش اومده بود. جوشیده بود. ببینم سوپو. نه بابا جوشیده بود آقا. میشه ندا خواهم سوپو ببینم. بیا بیا آه. این ندا هم سوسولیه بر خودشا. وایسا. آها. ببینم ببینم. دستت میسوزه. نمیسوزه. کجا بذارم ببینید؟ همون به دوربین نشون بدین. حتی ما این دوربین هم داشتیم باید. ما بینم فقط درش درش لطف. بله کاملا آماده از این سو. آماده نیست. یه بذار بشینم. میخوام موقع زد یه ذره گپ بزنم چایی بخورم. مرغ چی شد؟ هی مرغ کدوم مرغ؟ آماده است. آماده است. همه چی آماده است. شما نگران هیچی نباشید. نمیتونم بردارم؟ آره بردار این رو بعدم میده قیافشون. شما خیلی خسته شدم. دماغتون عمل شده؟ نه انحراف داشت ولی من عمل نکردم. پولیپ داشتی؟ عملی نیستم. اصولا با عمل بینی اینا مخالفین دیگه. بله. دماغ آره بابا عملیه. کی نیست؟ دماغ همه عملیه تقریبا. نه دار دماغ عملیه؟ نه آه ولی عمل لازم داره. واقعا پشیمونم. چرا؟ چون من قبلا خیلی خوشگلم شکل آنجلی بودم بعد از عملم. نه ولی واقعا دماغم ایراد خاصی نداشت. یه دماغ معمولی طبیعی نیچر خیلی هم خوب. پس چرا عمل کردی؟ برای اینکه من خیلی بچه بودم و جوگیر. بعد توی تو همین دوست داشتم که عمل کنم. پولم هم خیلی کم بود و واقعا به سختی این کاری کردم. اجازه پدر مادرم نداشتم و این کاری همه شرایط مهیا بوده. همه شرایط مهیا بدون پول بدون اجازه پدر مادر خودتونم ناراضی. بله. حاصلش هم میبینیم که خیلی خوب شد. عرضم به حضور شده دماغ هم بد شده. نه دیگه از این بهتر نمیدونم. دیگه ژله ما هم تا حدی آماده است. ببینیم ایناش چقدر کار دارد ژله تو عمقش کمه. این ژله مدرنه. این من حتی روش باید با میوه و بستنی کارش. این اصلا عمق نداره خانم وقتی مگه همه چی کلیشه ای باید عمق داشت. اصلا ژله کی گفته؟ کجا نوشته؟ اینه چجوری میخوایی سروش کنی؟ به راحتی اجازه بدین شما به من اعتماد کنی. آخه واقعا تو چه ظرفی میخوای برای مهموناتون بیاری؟ تو نلبکی باید بکشین برای تو همین سینی شما ببین من چه کار میکنم. زیاد چیز نکنی که پر رو هم قشنگ. خانوم نسرین مقانلو. لاله اسکندری. نرگس محمدی. سحر بلد بیگی. سحر جعفری جوزانی. سحر زکریا. سحر زکریا نمیدونم. فرزاد حسنی. فرزاد احسان علی خانی. خیلی دیگه. عادل فردوسی. عادل فردوسی خیلی باله. بهنوش بختیاری. بهنوش بختیاری. قبل از اینکه به سوالاتتون ادامه بدین من گازمو تمیز کنم چون خیلی رو گاز حساس. من فهمیدم رو نظافت شما خیلی حساسی. آره حساس کلیه سنگ ساس. بفرمایید. هم ماشاءالله دستتون تنده هم خیلی سریع و خوب آشپزی میکنین هم حساس و کلیه سنگ سازی. پر انرژی هم هستم درزه. بفرمایید. الان چیکار میکنین؟ شما که ماشاءالله شیمیدانین میدونین که این اسمش روفه آقای سهر. خب اسید نداره.
یکی از چیزای خیلی خوبی که داره و معطره. من چون اردیبهشتیم با عاشق بوایی خوبم، یعنی سعی می‌کنم چیزای انتخاب بکنم که اگه حتی کثیف مصیفه خونه ولی بوی خوب بیاد. اردیبهشتی چه مشخصاتی دارن؟ آدمای مزخرفیان. ببخشید فقط من مزخرفم، همه خوبن. اردیبهشتی چیه مشخصاتشون؟ دغل‌باز نیستن، ناپاک نیستن، لجبازن، مخلوطی از کلیه خصوصیاتی هستن که مردها در جستجوشن، از بسیاری جهات نمک زندگی هستن و اینا بنداز بره. و عاشق گل و گیاه و طبیعت، مادرانی فداکار و آشپزانی درجه یک با استایلی قدر. ولی دقت کنید چقدر زود تموم شد کارمون. اصلا شما رکورد زدین، توی چهار تا خانوما هیچ کی به صورت شما کار نکرد. ببخشید، با احترام خاصی که قائلم برای همه دوستان، چون سوار کار بودم و آدم وقتی بلد کار باشه کارش زود تموم میشه. گروه معطل نمیکنه، اضافه کاری نداره، قصدش رو درست میکنه تام. خانم بختیاری، سوالی هست که بخواین ازتون بپرسم؟ خودتون فکر کنین که چی دیگه بخواین. نه دیگه، نه نه، فقط چیزه این زرشکم مونده، من زرشکم خواهم بعدش سرخ کنم. نه دیگه، فکر کنم دیدم ندا سرخ کنه همونو. زرشک سرخیز محصولات خوبی داره، به خدا جدی میگم، خیلی قابل اعتماده. الان این زرش بر چیه؟ اینو من میخوام برای زرش پلو دیگه، خیلی سرم. زرش پلو رو درست کنیم، اینو من بدم ندا جون تو کره یه تفته کوچولو. ندا جان خیلی نباید بذاری روغنش سرخ بشه ها، خیلی کم بشوری قبلا. بیا قربونت برم، چه زرش خوبیه، چه رنگی داره. بینش وقتی یاری یه ماهی که اینجوری میاد، ایناست که فکر میکنی مستقیم داره میاد، یه خطه، بعد یه ها اینجوری میشه میبینی ماهیه. نه من شبیه ماهی هم که اینجوری، بعد من فکرم از هر دو طرف شبیه همون جوری تو نستی. یعنی نه، یه حالت دیگه هم از من میگم خدا من درست کرد. خب بعد صاف صاف گفت بشه چرا انقدر این یه دسته اینجوری، او یه اینجوری کرد. برای من دختر خیلی باحال و خوبیم، خیلی دلرحمم، خیلی بی ارادم، خیلی خیلی بی هنر و تنبل و علی مردان خانم. خانم بختیاری؟ خانم بختیاری؟ مهموناتون دارم میانا؟ چی؟ شما؟ آماده است همه چیزتون؟ آه ببخشین تو خدا سر کام وقت داریم مهمونا دارم میگم، کاراتون رو کردیم؟ بله همه چی انجام شده. ببخشید تو خود من خوابیدم، شرمنده. الان میرسم مهمونا، شما هیچ کاری نداریم برای اینکه انجام بدیم. نه من همه کارام کردم، خوب خوب همه چی آماده است. یعنی الان پیش قضا، قضای اصلی، دسر، همه چی انجام شده دیگه فکر کنم. آره انجام شده، همه چی انجام شده. یه چورت دیگه بزنم. هیچ کاری نداریم. نه خوبم. سلام خانم محمدی، به به بهتر شدیم؟ بد نیستم، آره امروز خدا شکر خیلی بهترم. پنجم بود؟ بله بله. بر نمیداره ای بینش جونه قربونه بیره عزیزه خوب هستی؟ زنده باشی؟ بله خانم محمدی شده نیستم، خانم بختیاری من خواهرشون هستم. ببینش سرده بیرونه خانم محمدی، یه اتفاقی افتاده براشون، رفتم نیست که امشب کنسل، قرار بشم اطلاع بدم، خبر ندادم. نه بهم خبر ندادم. ببینم الهی قربون تو برم، ببخش شده یه شب دیگه در خدمت. ای بینش من کنم شوخیای بهتی. شما همیشه هم اینجوری زوری بیا. بله بله امشه هم بخواهم زوری بیا. بگم ببونه 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 ببونه. بالاخره شب آخر. بله رسیدیم به شام آخر.
این چند شب بهتون خوش گذشت؟ بسیار عالی، خیلی دور همی خوبی بود و بچه ها شاله که بازم تکرار شه خارج از شام ایران. علی؟ سلام علی، من ایتون بفهمیم بینید شما، من لالا هستم. من شاسخین هستم. خوبی؟ آی نشونه پاو نیستن خانم بختیاری. ای بابا منده نیستن. حالا در با کنه بینشینیم، منتظرشو میمونیم. چرا همه تون اومدین آخه؟ سلام دانی، مرمونت برم. ممنون ممنون، حسن نباشی. اختیار حالا بیم بالا با هم صحبت میکنم. دمه در من یخ کردم. مرمونت برم، خیلی خونه قشنگی داشتیم. مرمونت شما، ممنون. واقعا منتظر ما نبودی. چه آماده نشدیم. خیلی ممنون، قربون شکلت برم و زحمت ما. خیلی خواب بودم. اینقدر خانم بختیاری کار کردن، زحمت کشیدن که اصلا بیهوش شد. آره به خود واقعا. آره همه اینا رو وقت کشی بخوابی. من تا ساعت 4:30 دقیقاً داشتم کار میکردم. تو ساعت 5 تا 5 من تو 4 بعد از ظهر خوابیدم. یه ساعت پوشیدم، سوپم درست کردم، داشتم پولم درست کردم، جلم درست کردم. خیلی واقعا یه ساعت هم گفتم دیگه از اول معلومه که برنده کیه. یعنی با این استارا میواد. من بلدم سوار کنم. سوار کنم، یعنی ما از صبح کار کردیم تا 5 بعد از ظهر سوار نبودیم. خانم محمدی شما الان تو این چند دقیقه که اومدین چایی شربت چیزی میل کردین؟ خب مگه بودم برای خوردن میاد جایی میاد نه یعنی الان چیزی بابا ماشاءالله نرگس اینقدر خونشون خورده اونجا آخه من یه چیزی که بگم الان عوض میخوام، ولی هر کدوم از مهمونها شبای قبل میمدن خونه میزبان، اون میز وسط پر از میوه و آجیل و شیرینی و این میزه نگاه کنید. اون بره میارم. خب چه همه چی به جونه هم میندازه. اصلا نگاه تفرقه میندازی همینجوری عادی بشی بشه ما حرف بزن. هیچی نمیدازم. الان میام چای براتون میارم. دوست داریم چایی؟ بله چی دوست داریم؟ من که دوباره سرما خوردگیم برگشت دیگه صدا رو میخوریم. آخه معلومه دیروز کار کردی خسته شدی. من بدون گیریم زشتم. تو همیشه خوشی. اگه زشتم بوده خیلی خوشی. اصلا حال ندارم. اینقدر دلم میخواست امروز کنسل شه. شما دو تا خوش سر کردی ولی موفق نشدی. نتونستم. نه خدایی چی میشه الان لاله زنگ میزنه بگه مثلا من دور از جون مریض شدم بعد بخشه. حالا اگه امشب کنسل میشد آیا فردا با امروز تفاوتی داشت؟ نه. تو که سوار کاری من که سوار کاری واسه فرقی نمی‌کنه. قطعا خیلی بهتر از این بود. دیشب میز مامزه بگم میز لاله رو که دید بعد یه ذره خیلی جدی رفت اون من گفت خدا بگم اون کسی که به من گفت بیا تو این شام ایرانی شرکت کنم و چی کارش کنم اینا من چی کار کنم. همینجوری داشت واسه خودش حرف میزد. الان تو یکی دیگه تو فوش داد اونا رو نمیتونم. آره فوشم دادم ببخش. الان چه کاری بود من کردم آخه واقعا؟ به چه اعتماد، به چه حقی داشتم توی مسابقه باشم؟ سلام سلام. تو چرا به من نگفتی؟ تو چی به کلا دستشتم در جاز بابا من نمیستم کی باید بیاد به خدا اینقدر خوشحال شدم پایین از زود بودم. آره شما اینجا چی کار میکنی؟ سلام آقای سعد، اینجوری سپرایز میکنی ما رو؟ من خربو جای دسر سبون مهمون ویژه. ببین چی برات رو کردم آقای سعد. بیمشتی چه این شکلی؟ خواب بودم. کجا بودی؟ خواب بودی؟ آره خسته شدم. آدم مهمون دعوت میکنه مهمون ویژه بردی خواب میذارم ولی دیدم خیلی باحال بود. دیدی چی رو کردم؟ گفتم پوزتون رو میذارم. سلام آقای سعد. بفرمایید. خوشم اومد. بفرمایید. شکرتون مهمان نوازی. سلام آقای سعد. سلام آقای سعد. سلام آقای سعد. این خوابیده رو دارم. Ay, 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 ay,
بینوش جان سیستم تجمع اون وره خودتون اومد اینجا نشستید اولا میفهم اون وره آقا گفتی بیا پتو رو اینجا تا کن بعد گفتی بیا بعد تو بالاخره کمکت کنیم دیگه چون خواب بودی خسته شدی ببین این سریال خیلی خوب بود یعنی الان اگه تو بری شیرینی رو بیاری لاله جون دورت بگم تو هم میبینا ببین مامانه من میدونی چه جوری بهاره یه اسم بابام بهرامه یه خیر ببینی میگه خیر ببینی بهرام این 15 تا ماهی رو پاک کن حالا من خیر ببینم چیکار کنم خیر ببینی میگه دیگه روش نشد به شما چیزی بگی یه سر غذاها بزن چک کن ببین نمک به من نمره میخوای ببین نمره میخوای دیگه عزیزم نمره به شیرینیش باید آره واقعا به روح روحم به روح اصلا شما برو الان پشت به روح خدا الان خواب آده بینوشم بیگو لباس در عوض من چشمن سلام باشه باشه خودمون همینجا خودتون دیگه حال کنیم دیگه اپنزایی کنیم من خودمون من نوشیدنی آبی بیارم بر تو نرگس چینی میده بیارم نرگس 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 خیلی تو خوشحالت خوبه هم برای حافظه میگن خیلی خوبه هم وقتی که دست و پا ورم میکنه شما که تو خوشحالتی کلن میگن که مثلا شما بشورین داخلی یخچال بذارین ولی تو شیرینی نریزین یه مقدار گلاب چون گلاب برای قلب و استرس و اینا خوبه بعد این بریزین توی این قبل از صبحانه که بلند میشه یه استکان قدری بخورین شب هم موقع خواب زورم میتونید قبل از نهار بخورین شب موقع خواب افرادی که مثلا مثل خانم نرگس عزیزم نمک مثلا خیلی میگن بدونی که بچشن چون میگن ورم که میکنه دست و پا این باعث میشه ورم بره و خیلی برای قلب خوبه ای چه خوب ای جونه ای جونه من اومدم بشین خودت درست کردی به بعد یا از مغازه بگیری خانم بختیاری تا نبودیم شما میوه ها چیده شده بله راضی دست دوستام درد نکنه راضی بله پنجاه تا مخت بله کد زحمت کردم پای تیمی سوال خانم بختیاری که اینقدر کاری هستین و به خدا من خیلی کاریم ببین یه شب تا حالا کسی بهتون زخم زبون چیزی تو فامیل زده آره میزنه فامیل شوهر فامیل شوهر اتوان زندایی همسرم حالا میادش خدمتون هستن هیچی میگن این دستش به اون دستش میگه سلام علیکم آیا تو چیزه نمیگن ولی بابت بده حالا اینا نه حالا خوبم عالیه بهاره من این خودش میگه همه چی عالی درجه همه چی عالی درجه این چیه من از وقتی بهار اومده فقط زومم روی میخوام نمیم چیه ببینیم چیه بهاره من اینقدر خود چیفته نیستم و این یکی از دوستام ولی شعر خودمه اون کاری که تو دوست داشتی خب چشمایی که مادر عکسای قدیمی هم رقبای شدن تصویر زنی که روزی دوستش داشت عزیزم ما الان هم شما رو دوست داریم ما که خانه قنده اصلی بسیار زیبا ولی کلن عکس این حس رو داره آدم گاهی اوقات عکس خودشو نفهم کنه انگار که یه آدم دیگر رو داره نگاه میکنه خب زمان میگذره دیگه نه فقط تو ظاهر اما یه توانایی توی آدم پرخیم من خیلی دوست دارم من میگم وقتی که یکی آینه است میگم من همیشه میگم زیباترین تابلوی خونت عکسای خودت و خانواده‌ات و آینه است عزیزم چون خودت رو میبینی حالا به قول شما یاد اون موقع میافتی احساس میکنی بزرگتر شدی تفکرت میدونی برخوردت به نظر من حس و حال خوبی با آدم میده اینجا اینو میگیشه تو مرمی اینو میگو فینا مرمی بله اوضاع چطوره؟ اوضاع عالیه همه چی خوب پیش میره غذاها آماده همه چی میزون دیگه فکر میکنم الان ببندید بیشتر
تصویر قابو ببندید بچه‌ها. قابو ببندید. چش بازم ببندید دوستان. شاکر. ممنون. ببندید. خب الان که همه چی آماده است، از پیش غذا و غذا و دسر و همه چیز، دیگه وقتشه که به دوستان بگم بفرمایید. خب دیگه ببخشید دیگه تو رو خدا، نه عزیزم همین از دست ما برمیومد، بضاعت هم همین اندازه از شرمنده. عالی. بفرمایید بفرمایید دیگه. سالاد اینا رو میل کنین تا غذا آماده شه. چرا مگه هنو غذا آماده نیست؟ ببین برینجه دیر روشنش کنم به خدا نگز میپزه الان و سوپ هم هنو دارم. سالاد رو بکشیم. سوپ آماده است، گرم نکن. گرم نشد الان گرم بشه. گفتم غذا گرم رو بدم. بفرمایین الان غذا. من خونده هم چسبی کنم. یه چیزی بگم بر پای این که تا سالادتون نه ما فقط غذا میخوایم. نه نه یه اس فامیل بازی کنیم تا غذا جان اس فامیل. من خورونتون برم هر از خودکار اینجا میخواد برم بکنم. جان اینجا قوانین منه با اس فامیل بازی کنیم. بینوش جان الان بیستاد هم باید بریم دنبال چیز بگردیم. مگه نگفتیم غذا حاضره، همه چی حاضره، بیان سوپ دام نشده، برنج هم هنو دونه، باید دم بکشه. دیگه من خودم به خدا شده. دیگه من که تو قابلمه نیستم، مسائل تو قابلمه به خود این مربوطه. دیگه من خود شما سالاد می نمی‌کنی؟ من الان دل شوره دارم. چرا دل شوره داری؟ اینه. آیا من خاصی که کوچ کاسونی هم میآوریم ما ماست نونه رو می‌خوریم. ما همین نون ماست هم بدی بس امتیاز میدیم. آره نون ماست. تو مقصر نه بچه‌ها. بگی بگی آیا من مقصرم؟ نه عزیزم من مقصرم. یادت قابلمه است؟ خدایستون افتاده کی روشن کردی زیاده شما؟ نه من موندم چیجوری نرگز به این راحتی خوابیده بوده. بعد شما رو درد بزنید. آره میگفت چی؟ یه چیزی گفت به من همین. من سوا رو میکنم. اس فامیل. بله خانم مقالو هرچی گفتن. خب برام بنویسید. شهر، میوه، غذا، اشیا، شهر، دیگه کشور، نه کشور دیگه نگو. من هم این سالگیم باشه. از فامیل، میوه، غذا، اشیا، شهر، حیوان، خواننده. خواننده نه چرا از اول بوده؟ آقا اصلا خب نه به جای سینما خواننده اینا بوده. نه خانم مقالو به جای خواننده چون همه بازی بذاریم همه بازیگریم بذاریم بازیگر اسم فیلم. خب ببین بازیگر چرا نه بازیگر معلومه خواننده ها کار دارم. حالا بازیگر من اصلا ما قدیم یادمون نه آخری هم رنگ رنگی نه رنگ بازیگر اسم فیلم رنگ. خب الان چی شد؟ اسم میوه غذا اشیا شهر وایسا وایسا میوه بازیگر اسم فیلم چرا میوه غذا چرا اسم فیلم بازیگر اشیا خب شهر حیوان بازیگر بازیگر رو بغل کنید. من میخوام بهنوش کنم خانم بختیاری من حفظم. بهنوش فامیل بختیاری میوه به غذا به پلو اشیا بوق شهر به شهر حیوان بوز بازیگر بهنوش بختیاری رنگ اسم بنفش. فیلم آخریشه نه اسم فیلم رنگ آخریشه رنگ بچه ها بزنی خط بکشین دیگه اولیشو خود خانم مقالو بگم با چه کلمه الان چشمن اینو بذاریم من این کارو به خاطر من اینو بچه تو رو خود جرزک نکن برای چی الان هم من که بردم همه هم خوندم واسه تون از حفظ ببین مثل ستاره ستاره از حفظ میخوند از بچه ها از ره ره رامی ریحانه رازیه ده بده رامسری رامی فر رازی این چی میبره داری میخونی؟ ده بده این دیگه رهنما ریحان صفت خیلی مرد خوبیه میشناسم چی 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 صفت؟ ریحان صفت میوه ریواز ریواز بچه ها همه دو بده همه دیگه پنج بده غذا ریواز پلو من ریواز پلو رشته پلو پنج بدیم شما ها پنج بده پنج بده ما پنج شما اشیا ریمل ریمل رنده خارجی خانم حساب نیست روبان شهر رشت
رشت. شهر هم داشتیم. رشت دیگه. شهر ما میشیم پنج و حیوان روباه. حیوان هم من ندارم. جونم. تو چی بارم دارم؟ اولی نفر گفتیم. داشتم سالات. بازگر رهنما. بازگر ریما رامین فر. من ریما رامین فر. من رضایی رامین. من رامین چیز. ناصر نصیر. ناصر نصیر. رامینه ناصر نصیر دیگه. رامین. فیلم. رنگ خدا. فیلم اگه بود فیلم نبود چرا دیگه فیلم نبود بازیگر اسم فیلم رستاخیز بازیگر رو نوشتیم دیگه بعدش اسم خانم رهنما فقط روحام رهنما رو نوشته بقیه رو نداشت رنگ رنگ خدا رو فیلم رنگ خونی از کجا اومده رنگ خونی بابا رنگ خونی سیلوستر استالونه بازیگر درس میگه روبا خب ننوشته روبا روبا رنگ روشن روناسی روناسی ده بی سی چه پنجا شست هفتاد هفتاد و پنج من هفتاد بچه من سب شد خواهم بختیاری این سوپتونه بله چشه عالیه عالی کی درست کرد این سوپو؟ سوپ رشته است نه میدونم کی درست کرد بینش بختیاری اینقدر کم میاد ازش میخواین قابل عمل کچ کنین بریزم نه ازش میشه همه چی میریزه تو این حالا یه خورده صبر کنی اوکیه فکرم 20 قاشق بریزم بسته شه دیگه خب من حالا جعفری رو میریزم تو این البته سوپ شیری هم خوشمزه است سوپ شیری همیشه خیلی خب اینم از این درست شد دست مکنه از این او چه شیکه بفرمایید اینم از برنجم خانم بختیاری بله این برنج کی پخته؟ برنج رو هم خودم پختم خودتون هم تزیین کردی؟ بله فقط اینم چرا ریسه برق توشه من مجبورم که از سبزی خوردن کمک بگیرم به خاطر این که درست رو خیلیش کنم بد شکل خوب بیا ببین چه قشنگ شد کنار تدیگ سیب زمینیم خدایی خدایی خوب شده خدایی خوب شده خدایی تدیگ سیب زمینیم یه ده امتیاز خودش فقط میگیره خب بالاخره انتظار به سر رسید خیلی ممنون ببخشم تو میتونی میگم از نظر دیزاین زیاد فرق با لاله ندارم خب اینم مرغ بفرمایین دیگه خانوم خانوم رهنما خانوم اسکندری خانوم محمدی و خانوم مقالو همه کارا رو جلو دوربین انجام دادن همه کارا رو خانم چیز انجام ندادن خانم بختیاری یه جور دیگه همه کارا رو جلو دوربین انجام دادن جلو دوربین خوابیدن جلو دوربین راست من واقعا چرا تعجب کردم چسبیده دیگه من قصد نداشتم سوپ کنم ولی خب با یه روش های جادویی حاصل کردم عزیزم منتظر ژله من باشین من خیلی نمیخوام بخوام من تعجبی چرا نمیخوام ما چون میخواییم از فرد و رژیمون رو شروع کنیم امشب بفرماییم بینش تردی همه این غذاهای یه طرف جله یه طرف من بکشی شما هستش من ناخونک زدم نرگس چونی اینو میذاری تو بفرمایید خانم محمدی من پیشنهاد میکنم زیاد امشب میل نکنین جا برای جله بذارین چون جله واقعا پدیده ایه ما دیگه به غذای پیش غذا نرسیدیم دیگه از گشنگی من چی تو اینم نیستم بچه یه خبر عجیب بدجنسانه عراقی بدم سوپ خوشمزه است واقعا واقعا؟ راست میگی؟ چرا باورت نمیشه؟ خدا رو شوی میشه جونتون بفرم الان که داریم غذا میل میکنی دوباره من سوالات هم رو شروع کنم بفرمین چه خواهد سوال کرد؟ من که جواب نمیدونم آخه ببینید خیلی اینقدر دیر غذا داده بخواستم من که مهمونم من فقط دیزاینم میشه ساعتشو بگیم؟ ببینید خیلی ها میان سوال میکنن علاقه من در به بازیگری ای وای چه بعض تکراری چه جوری باید کسی که میخواد بازیگر میشه شما الان 5 تا بازیگر میشستی چه جوری میشه وارد این عرصه شد من فکر میکنم بهترین راهش همون از طریق
آکادمی، حالا یه کلاس یا دانشگاه، چون هیچ جور دیگه ای جواب نمیده، فقط از طریق کلاس. بعدم یکم واقعا دوست داشتنه دیگه، بعد خودشون دوست داشته باشن، آدم ها دوست داشته باشن و برن کلاس. برن کلاس، نه اینکه بیان اول کار بکنن بعد فکر کنن که دوست دارن حالا کار میکنن، میبینن نمیشه و اینا. واقعا تو همون کلاس ها معلوم میکنه که این کاره هستی یا نه. نمیدونم، من نظر من اینه. خبرنا شما موافقی؟ من اصولم فکر میکنم بازم تو هر چیزی واقعا تمام عشق و میل و آرزوشو بذاره، نه فقط بازیگری، هر چیزی که واقعا آدم با قلبش صداش کنه به زندگیش میاد. خانم مقالو شما چی فکر میکنی؟ ما فکر نمی کنیم، داریم می کنیم. اقف خانم بختیاری شما نظرتون چیه؟ من نظرم اینه که واقعی بگم، بله، به نظرم نمیدونم برشت چی بگم، خیلی میخوام بخورم. به نظرم اگه کسی میخواد بازیگر بشه، خوش بر راه خوش رو پیدا کنه. تو جواب واقعا تعمل برانگیزی. دروغ میگم؟ تا حالا شده کسی من میشه بهش من حالا ببخش یه نظر دارم، برای اینکه فکر میکنم که اول از اینکه بازیگری بسیار حرفه سختیه. بله خیلی. خیلی ها فکر میکنن، عزیزانی که از بیرون به این حرفه نگاه میکنن، فکر میکنن اگر بیان یک شبه راه 100 ساله رو باید برن. و به نظر من اصلا اینجور نیست. به قول بهاره عزیزم، تو هر کاری واقعا باید تلاش باشه، علاقه باشه، عشق باشه. بله. و اینکه اون این کار باید براشون مقدس باشه، یه جایگاهی داشته باشه که بتونن وقتی تلاششون رو به اصطلاح انجام میدن بهرش رو ببرن. حالا اینی که دوستان بعضی میگن که آقا طرف میاد با پول و پارتی بازی، مطمئن باشین که قطعا یک تایمی داره. بله، یعنی اصلا زمانش ممکنه 2 سال بیاد، 3 سال بیاد، چون اون عشق و علاقه و اون استواری نیستش بخواد بره. و واقعا این حرفه یکی از سخت‌ترین حرفه‌های دنیاست. شاید قبلا گفتن کارگرای معدن بعد از کارگرای معدن سخت‌ترینه، ولی الان جدیداً دارن میگن نه، واقعا حرفه بازیگری سخت‌ترین کاره. واقعا شما رو شاید یه نفر پشت ماشین آخرین مدل خیلی مرتب نه، ولی ندونن که الان شخص دمیدن. شما یک ساعت خوابیدین توی چند ساعت. هیچ کس باورنه. و همینه من میگم، خیلی دوستان میان نه ما اینقدر دوست داریم، فکر میکنم فقط به اینه که شما بیاید جلو دوربین تق تق تق. بابا اینا شناخت لنز شما باید بشناسی، تکنیک رو باید بشناسی، فن بیان تو باید بدونی و باید شروع کنی از حرکتت، فیزیکت، اینا همه استفاده کنی. عزیزانی میان میگن نه ما میتونیم، فکر میکنم مثل حرف زدن عادی در منزله. آره درسته که باید توی هستش، مرسی، درسته که به قول معروف گفتنی میگن بازی نکن زندگی کن، ولی کاملا یک چیز متفاوته، برای اینکه خیلی سخته که شما بخواید جای افراد مختلف باشی، زندگی های مختلف، چون اینها واقعا روان و روح رو خیلی اذیت میکنن. حالا قابل توجه همه عزیزانی که واقعا میخوان وارد این حرفه بشن، اول خودشون رو نگاه کنن ببینن آیا این عشق اینقدر عمیق هست که میتونن ماندگار بشن در این. اگر نیستن واقعا نیان، چون واقعا آدم متاثر میشه که ببینه که بیان و بعد یه مدت دیگه نه سخت بود نشد، یک تلاش مضاعف میخواد. غذا چطوره؟ غذا چطوره راستی؟ خیلی عالیه. من به شکل معکوس شروع کردم از ولی نسی جو در مورد بازیگری خیلی بده که این تصور وجود داره. مثلا یارو آدم لوله کش هم که باشه باید یه دوره دیده باشه برای لوله کشی. بله. هر چیزی. بله. یا یه جراح، مگه آدم میتونه میگه آقا من چجوری جراح بشم؟ منو ببر جراح. بله. بشم. مگه میشه؟ بله. بله. که تو خیابون میگه منو ببر باز. بعد خیلی مگه چیکار کنم؟ آقای پسیانی همیشه همینو میگه. آره. خب کار راحتیه، واقعا فکر کنم همین فقط میایین و وای میسین و بازیگر مورد علاقه هم خانم گلاب آدینه بله داشتم میگم، ولی که من واقعا صدام و مدیون خانم آدینه هم، یعنی واقعا شاید توی 10 روز تمرین سر این کاری که اصلا اجرا هم نرفتیم اصلا جای صدای من هم عوض کرد. چجوری این کار کردن؟ تمرینایی که بهمون دادن و اصولاً که چی بود تمرینا؟ اگه بخوایم بدونیم چی بود مثلا تمرین، یکی هم دیگه خیلی روتینه توی بازیگری جای نفس تغییر کنه. مثلا شما الان فیلم عاشقانه رو ببینید صدای من کاملا یه صدای دیگه است. بله
تا بعد. یکی جای نفس بود، شنیده شدن کلمات که خودمون در واقع بشنیم. من که یه چیز خیلی قشنگی که خانم آدینه به من گفتن که هنوز بعد سالها من همیشه انجامش میدم، این که هر روز صبح که پا میشه آدمی که بازیگره، از اولین کلمه ای که میگه اون کلمه باید درست ادا بشه و شنیده بشه. این همیشه برام یه در واقع تمرینه که شاید سالیان ساله 17-18 ساله مرغه نپخته اینقدر مرغه شده. بله، برخلاف تصور همه چیز خیلی عالی دروغ میگه. من اگر من 5 تا ورکشاپ جامعه شناسی دانشگاه جامعه شناسی تو بهترین جای دنیا میرفتم، این اندازه که اندازه اینستاگرام یاد گرفتم که کجا زندگی میکنم و چگونه دارم زندگی میکنم و اطرافم چه خبره یاد نمیگه. و واقعا بعضی از مردم، من باز میگم خوب ما، متاسفانه شانده که هیچ وقت فرهنگمون رو فراموش نکنیم. من میگم که فرهنگمون رو فراموش نکنیم. ما دوستشون داریم و برای اونها داریم کار میکنیم و اگر اونها رو با خودمون همراه میکنیم که از زندگی هامون چیزی هم واقعا توقع توهین و بی احترامی نداریم. بی احترامی به مادرمون، دقیقا به خانواده، من که تازگی ها خشن این اون کامنت بی رفتی رو که گذاشتن کپی میکنم توی صفحه خودشون میذارم و زیرش مینویسم که این چیزی که نوشتین واقعا دوست دارم دوستانتون و نزدیکانتون ببینم، چون خیلی جالبه. یعنی به حدی ریا و تظاهر عادی شده که اکثر کسایی که میان حرفای خیلی زشت، مثلا مخصوصا راجع به خانواده آدم یا تهمت‌های ناجور، وقتی میرن رو صفحه‌شو میبینیم مثلا نوشته فقط مهربانی، انسان باشیم و یکدیگر را دوست بداریم، مثلا برعکس اون چیزی هستن که میدن و این نشونگر واقعا تربیت خانوادگی ببخشید البته من و انتظار دارن که ما هیچ جوابی ندیم. ولی من واقعا، من چون سالیان من خیلی روانکاوی رو دوست دارم و همیشه خودم با روانکاو در ارتباطم، من واقعا این پیشنهاد روانکاوم بود، گفت مستقیما برو رو صفحشون و این چیزیه که نمیشه. من منم بهشون میگم، میگم واقعا من متاسفم چون شما شخصیت خانوادگیت رو داری نشون میدی و من متاسفم برای پدر و مادری که همچین شخصی رو مثل شما واقعا به وجود آورده. یعنی پریای من نسرین جون اصلا دیگه اجازه نمیده خودم که من هیچ عکسشو بذارم روی صفحه. بله، چون میگه ماما این حرفایی که میزنن تو تحمل داری، تو قوی. درست میگم، ببینید ما تحمل داریم ولی بچه‌هامون واقعا ناراحت میشن وقتی بی احترامی به ما میشه. کلا یه چیزی که هست اینه که الان فکر میکنم خیلی ساله که دیگه همدیگه رو دوست نداریم، همش هم دردش از اونه، از پیشرفت هم خوشحال نمیشیم، بیشتر از ناراحتی هم. ما یه دفعه با مامانم سارا توی هواپیما بودیم قبل از اینکه حالا تیک آف کنه، داشتیم یه چیزی من گفتم ستایی با هم یه قهقهه زدیم، یعنی حالا درسته توی یه جمعی بود ولی من تازه اونجا فهمیدم، همه هی برگشتن ای با هی اینجور، یعنی خنده شاد 5 دقیقه هم طول نکشید ولی 10 نفر این جمله رو گفتن. دقیقاً از خنده هم دیگه خوشحال نیستیم. چی شده بیشتر من فکر کنم این آخریه به خاطر اینه که خوشحال میشن از اینکه حالا تو ناراحتی. مشکل دوم اینه که مردم متاسفانه اصلا فضای شخصی برای تو قائل نیستن. من مادر بزرگم فوت کرده بود، اما مادر بزرگی که عکسش رو خیلی ممنون خدا رفتگان همه رحمت کن، فکر کن تو لحظه ای که مراسم تدفینه اومدی مثلا نه خواهش میکنم قربونت، فکر کن من اومدم همه داریم گریه میکنیم که حالا بیام مثلا مراسم تدفین برگزار شه، اومده با من سلفی میندازه، یه دونه اومده توش یه عکس خانم اسکندری بندازه، میگم این واقعا یک ذره آدم ببین یه جمله یه جا خونه که اگر مردم بدونن که خیلی از آدم‌ها به یک سردرد معمولی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا شنیدن خبر مرگ دور از جون من و شما، دیگه هیچ اهمیتی نداره که راجع به شما چه فکری بکنن، چون ما اینجور آدم هایی هستیم. اینم آخرین بالاخره اینم از آخرین مرحله است. شما ببین راستشو بگم همشو نه نداجو اینا بفهم زندایی من بچه معرفی میکنه زندایی عزیز من خیلی دلم میخواست که امشب باشه پشت سنه بفهم زنده جا خوبی خوب دیگه خانم مقالو به نظرم خیلی چیزا روشن شد عزیزم
با آمدن زندایی عزیز. بله خیلی چیزا روشن شد. مهم اینه که خب بهنوش زحمت کشید. به جون مامانم ندا کمک کم کرد. آخه خب وقتی اون ظرفایی که برای ژله داشتیم چه ظرفایی بود به عمق 2 میلی‌متر چجوری از توش این ژله ها در اومد؟ همون جادویی که من گفتم کار خوش رو کرد. جادوی زندایی. جادوی زندایی. نه جادوی ندا. چون زندایی جون مهمونم. چقدر زیاده عزیزم. آره دیگه دستمون به کم نمیشه. بکشم براتون. آقا ما یه روز رفته بودیم وزارت کشور. یه برنامه بود با پدرم و خلاصه اونجا تو رفتیم خیلی مثلا بر ما دست دادن لطف کردن بابا رو نشون دادن تو پرده بزرگ و بابا هم اینجوری بود و حال کرده بود اینا ممنون. بعد ما ماشین نداشتیم، من اصلا ماشین نداشتم. بعد نمیدونم آژانس گرفتیم، آژانس رو رد کردیم رفت دیگه. وقتی که اومدیم بیایم دیدی نگسیدی چقدر با تعارف میگذره. وقتی که برسونیم تو گفتیم نه بابا ماشین هست دیگه، بازیگر بدون ماشین که نیومده. هی اینا نزدیک 20 نفر دنبال ما، هی برسونیمتون. گفتیم ماشین کجا؟ گفتیم ماشین کجاست؟ ماشین همین کوچه پشتیه، بیام تا دم ماشین. آخه شما بازیگری اذیت میشین. گفتم نه نیاین تو رو خدا، ماشین نداشتیم. حالا یه کلمه ما بگیم ماشین نداریم، یه آژانس برام بگید چه عیبی داره؟ یه دروغ دیدی هی دروغ میاره. آقا اینا هی دنبال ما همین جوری یه برمیگشت میدیم 20 نفر اینجوری دارن میان دنبال ما. این گفتی آقا نیایی تو رو خدا بله میکنی. گفت نه ما تا ده ماشین شما رو همراهی میکنیم. نه که رسیدی گفتی ماشین دزدیدن. نه دیگه به یه بدبختی من گفتم مدیونین بیاین، مشغول زمه این بیاین تو رو خدا برین. و گفت خانم خیلی شما بزرگوارین و فلان. گفتم چقدر ماشین تو رو دور پارک کردین؟ نه ماشین اصلا نداشتیم، علکی گفتیم ماشین هست که اونو. آقا ما اومدیم توی دو تا کوچه، یعنی دو تا خیابون. حالا فکر کن اینا که رفتم دست بابا رو گرفتم بدو بدو توی این خیابونا میدویدیم که مثلا اینا نفهمم ما بدون ماشین. خب ببین تو اون سالون با اون بزرگی این همه برای ما دست داده بودن، خیلی ضایع بود مثلا بدون ماشین. دویدیم توی خیلی نموره بارونم میومد، هی دویدیم. بعد یه دفعه رسیدیم به یه خیابون، گفتم بابا آژانس کجاست؟ این برا بگرد اون برا بگرد، اصلا آژانسی وجود نداشت. بعد بابا گفت خب چه کاری بود بهنوش میگفت؟ نشده هنوز خاطرتون تو کنه. بعد هیچی آقا رسیدیم سر یه خیابونی، گفتیم ماشین دربست، من و بابا دربست دربست. بعد هیچ همه ماشین ها که ایمدن درست از بزار کشور دور میزنن ما رو میدیدن. این بختیاری با باباش این باید میگه دربست زیر این بارو. بعد یکی گفت خانم بختیاری، من مثلا به رو خواهم نیبوره هایی نگاش کردم گفتم بختیاری نیست. این هم تمام شد دیگه. خیلی خسته چهار صبح. من خیلی راننده بعدیم، اینقدر که آقای سهر یه فیلم ساختم بر اساس رانندگی اون تلفیلم بازی، یه راننده عجول اصلا خیلی عجیب غریبی هم. بعد فکر کنم سریال زیرزمین روی صحنه تلویزیون بودش، اومدم خیلی بعد از یه تاکسی را گرفتم، خیلی خطرناک بود، من دیگه کار خطرناک نمی کنم. بعد این آقای راننده تاکسی اینقدر عصبانی شد که دنبال من کرد. حالا منم گاز میدادم میترسیدم، مطمئن بودم به این برسه یه چیزی بعد. خلاصه دیگه من گفتم آقا دیگه شیشم میشم پایی، میگم معذرت میخوام، میگم داشتیم به مردن میرسیدیم. دیگه رسید بغل دست من تا شیشه دادم پایی مادم همشتن، یه قیافه عصبانی یه دفعه زد زیر خنده. گفتش که من، ولی خیلی خاطر خوبی بود بهنوش، گفتش که این همه راه رو اومدم که دعوت کنم، ولی من هر شب خسته میرسم خونه و این شبا سریال تو رو که میبینم خستگی اتنم در میگه در میخندم، به خاطر همین الان میبخشه. انقدر من این خاطره برام خوشایم و هر موقع جلو دور بینم فهم کنم که ما واقعا باید یه جوری بازی کنیم برای آدمایی که فرصت رفتن سینما رو ندارن، تئاتر رو ندارن. اصلا تلویزیون رو من برای همین هر از گاهی ارتباط هم حفظ میکنم. حالا من در خصوص خاطره‌ای که بهار عزیز گفت یه چیزی واقعا از خودش بگم. تو اتوبان صدر من داشتم میمدم سوار ماشینم بودم، یه دفعه دیدم که یه ماشین از بغل من رد شد و زد تو آینه من رفت. بهار بود با اجازت گفتم بله یادته. آره یادت اتفاقا الان که اینو گفت یادم افتاد. امتیاز داره. و من یه دفعه گفتم بله
این چی بود زد به ماشین من؟ منم خب من آدم شریم خیلی گفتم میگیرمه، دقیقا همین چیزی که میگه الان این آقا. آره من اینجا بعد رفت، بعد اصلا دیدم که انگار منم شروع کردم معکوس کشیدم دنبالش، این میرم. منم نمیدونستم واقعا بهاره، من فقط دیدم که کووید به آینمو اصلا رفت فاین نسته. گفتم الان میگیرم ترجمش. واقعا نفهمیدم. واقعا تصمیم آره واقعا متبعد کسی من مدقی یوگو وای نسرین جون من یوگو دم الهی من قربونتم تو زدی به باشه هیچ یادم نمیره چنان این پشت من پشت این گله داشتم میرفتم. گفتم دیگه گرفتمت کشیدم بقیل اومده بگم تا گفتم شیشه رو بکش پایین، شیشه شم یه مقدار دودی بود یادمه یهو شیشه رو کشید که این بود نزیم ببی اصلا اینقدر صحنه جالبی بود. گفتم الهی من قربونه پس میزنی رو فرار میکنی خواهم رهنماره بقیل من میگره خیلی تون میرم. اینم یه بارم دو تا آقای افغانی رو زیر کردم تو وبلاگم نوشتم برین اونجا بخونید. همه خاطرات رانندگی تعریف کردم. من یه خاطره تعریف کردم. آره داشتم میرفتم تو خیابون آزادی پیچیدم توی خیابون اسکندری و یه موتوری اومد کوبید به من. بعد دیدی که همیشه طلبکارن آقایون نسبت به خانم. خانم اون پشت ماشین لباس شی فکر کردی نشستی؟ گفتم آقا تو اومدی ورود ممنوع به من کوبیدی. که همچین نشسته توی ماشینش فکر خیابون به نامشه. بعد گفتم اتفاقا این یه خیابون به نامه اسکندری خیابون اسکندری از اون بالا. ولی من یه مطلب جالبی راجع به تصادف خانم چون خودم تمام مدت در حال تصادف که من همه پلیس راهنمای رانندگی تهران دیگه میشناسم. ببینید مثلا میگم خود یادم دیدم ولی یه چیزی بهتون حالا هفته در مورد من اینجوری نیست، من واقعا غیر از خدا از کسی حساب نمیبرم. ولی یه چیز جالبی یه جای خوندم که اینقدر که میگین رانندگی خانم بعد رانندگی خانم بعده، یه خانم وقتی تصادف میکنه بعد به پسرش جواب بده، به برادرش جواب بده، به باباش جواب بده، به همسایه‌اش جواب بده که چرا ماشینش خورد. ولی یه آقا وقت تصادف میکنه خیلی هم سرش میگه باهاش توضیح هم نداره بده، برای همین خانم هول میشه. عزیزت جمعش کنیم و بریم امتیاز بدیم و ببینیم کی اول شد کی دوم شد. دوباره کادو خریدی برامون؟ کی سوم شد؟ من توی مرحله امتیازا که نمیتونم باشم. خیلی ممنونم که دوباره منو دعوت کردی. یه بار دیگه بودم تو بفرمایید. من که نیستم تو داستان. مرسی. برای سر صحنه. ببخشید. چقدر خوشگلی. خوشگل بفرمایید. برای سر صحنه گرفتم یادم میاد. خب خانم رهنما قبل از اینکه شما برین دارین همش دارین خدافظی میکنین. ما میریم یکی یکی امتیازها رو یه جایی دیگه که صدا نیاد میگیریم. شما هم باتون همینجا خداحافظی میکنیم و من فقط یه چیز کوچولو هم بگم، این که تازه یعنی خودم اینو یاد گرفتم با وجود تمام دسرهای خوشمزهی که روی میزه، میوه‌های ایرانی خوشمزه ترین میوه‌های دنیاست و من به عنوان یکی از سفرهای انجمن دیابت و مبارز با دیابت توصیه میکنم که واقعا بعد شام این میوه‌ها رو به صورت مثلا صفر شده باز و اینا روی میز بذاریم خیلی حال بهتری داره. اینا خیلی قند داره همشون. من خودم تو مرحله پیش دیابت بودم واقعا با همین رعایت های کوچیک آوردم پایین قندم. خانم اسکندری چطور بود امشب من هیسل مجموع؟ خوب بود. من البته دوباره مریضی برگشت سراغم ولی واقعا در کنار بهنوش که آدم باشه انرژی دوباره میگیره. ولی دیگه وقتی غذا کشیده شد چنان تعدیکاش از دور چشمک زد که من اصلا فراموش کردم پیش غذا رو بخورم و بعد که تعدیکامو خوردم رفتم سراغ سوپش. سوپ خیلی خوشمزه‌ای بود. من واقعیتش اینه که حالا روز اول که با هم صحبت کردیم گفتید که دوستی‌ها رو کنار بگذارید و کاملا نگاه در واقع قضاوت عادلانه می‌کنید، خیلی رقابتی به هم دیگه نگاه کنید. ولی من واقعیت این که خیلی اینجوری نگاه نمی کنم و بیشتر برای من این دوره هم بودن و این فضای پرنشاط ایجاد کردن جذاب بود و از اونجا که تعدیک بهنوش بسیار خوشمزه بود من مثل شبهای گذشته به بهنوش جانم نه میدم. خوش گذشت خانم محمدی. بله واقعا آره انقدر بهنوش شیرینه که هر چقدر آدم شش باشه سیر نمیشه. دسر چطور بود؟ غذا چطور بود؟ پیش غذا چطور بود؟ نمیدونم چون خیلی گشنمون بود به نظر من همش خوشمزه بود یا اینکه نه واقعا همش خوشمزه بود ولی خب خوب بود فقط چون خیلی دیر شد یه ذره اذیت شدیم.
چند میلیون خانم محمدی مهربان؟ بذار بنویسم، شما هم فعلا نبینید. چقدر طول کشیده امتیازی؟ آره چون بالش هم نوشم بینوش عشقم، بعد نه بهش میدم. چطور بودم شب خانم مغانلو؟ والا خیلی سخته به بهنوش امتیاز دادن، چون خودش انقدر دختر شیرین و خوشرو و مهمان نوازیه، آدم واقعا لذت میبره باش بشینه و هم کلام بشه. ولی از اونجایی که حالا من با این نازنین عزیزم یه تجربه دیگه ای رو داشتم و خودش حالا اعلام این رو میکرد که آنچنان زیاد با آشپزی وارد نیست، میشه گفت که بد نبود. سوپش رو من فکر میکنم که حالا من اگر باشم، من پیاز رو حالا خرد نمیکنم، دوست یه مزه شیرینی داشت و معمولا جعفری رو وقتی که میخوان توی سوپ بریزن لااقل از 10 دقیقه قبل، یا حالا بخواد ویتامیناش از بین نره، باید یه چند تا قل بخوره درون سوپ، که این کارو نکرده بود. چه امتیازی به خانم بختیاری میدونی؟ به خاطر روی خوشش، برخوردش و زحمتایی که واقعا کشیده بود، حالا میزش، سالادش، اینها، من بهش میتونم نمره 5 رو بدم. خسته نباشین همه گروه، آقای صحت عزیز، آقای محمد شایسته و شما بچه های پشت تصویر، پشت صحنه. همتون خسته نباشین. چطور بود؟ راضی بودن از امشب؟ نه عزیز، خیلی ناراضی بودم. این برنجه اصلا مغز منو پرکن. چی شد برنجه؟ این اعصابمه. ببینم اعصابتونو. بابا اینا. چرا چی شد اعصابتون؟ بابا من حالا خیلی کارا رو که ندا کرد، دستشم الهی قربونش برم درد نکنه. ندا یا زندایی تو؟ نه زندایی بنده خدا مهمون بود، من چون زندایی رو خیلی دوستش داشتم، دوستشم امشب مهمون ما باشه تو تصویر و اینا. آقا شاسخونی یه دقیقه بیار من بغلش کنم آروم بشم. اصلا یعنی پوکید مغزم این برنج. من به ندا گفتم ندا من به موقعش الهی فردادشم بیا، آره گند زدم، خیلی افتضاح بودی. اینم داره میگه افتضاح بودیم. بعد برنجر دقیقا زمانی که چیز بود به ندا گفتم من بهت میگم که زیرش رو روشن کنی. آقا تا اومدیم شام سرو بکنیم، من چشم قدم میزنم چک بگم، یادم برنج دستم دم اینه سنگه. گفتم که ندا این برنج چرا اینجوریه؟ گفتش که تو گفتی من بهت میگم که روشن کن. گفتم میخوایم شام سرو کنیم، همه گوش نشونه بابا، نصف شبه. اصلا دیگه مغز من پوکید دیگه، یعنی برنج این سنگ. دویدیم اومدیم نسرین جون دویده اومدیم، خود آب ریخته تو برنج و اینا، برنج چیز شد دم کنی گذاشتیم دم شد، حالا خب برنج خوب شد خدا شد، ولی نکه اون زمانش نبود من اصلا یه ذره به هم ریخت. آره یه ذره بعدم چیزای مرغ اصلا یادمون رفت رو بگیریم، تزئینای مرغ. البته خیلی قشنگ با گوجه تزئینات خاصی انجام دادیم. خیلی از این مرغ اصلا بروکلی و نمیدونم چی بعد دورش میریختیم. بعد بخیری این غذا رو چقدرش خودتون درست کردی؟ مهم روی خوشه. مهم روی خوشه و معنویت. راستشو بگم نه من خیلیشو کمک نکردم، ولی خب یه ذره دخیل بودم، ولی ندا خیلی کمک کرد. خودتون به خودتون چند میدین؟ صفر به خدا. صفر واقعی یا نه صفر علکی؟ صفر واقعی. براتون یه چیز ناقابل گرفتم، ببخشید شرمنده. البته من باز کنین تا بگم چرا اصلا به چه نیتی این کار رو کردم. من گذاشتم روز آخر چون میخواستم ببینم حالا منزلتون رو کجا. اوه این چیه؟ بچه این که یه ساعته که چراغش روشن میشه از زیر. من خیلی اعتقاد به وقت دارم تو زندگی، میگم وقت خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه.
و واقعا حالا اینا رو من نمیتونم الان باز کنم چون این بعد این زیر که بعد این چراغاشون آره. روشن میشه آره. فقط یه یادگاری کوچیکه که داشته باشه آره. امیدوارم این بعد این پلومشو برداریم آ پلومشو بره برداریم و اونو میکشیم فقط یه چیز کریستال گفتم این بدونین که همیشه دوستتون دارم ممنون نظر خوشگلی ان شاء الله که در همیشه ثانیه های زندگی تون خوشی باشه رتبه ها رو اعلام می‌کنه من بخونم براتون بله بله بدین به خانم اسکندری خانم اسکندری خواهش می‌کنم فکر نفر چهارم کی باشه منم دیگه امتیازم خوش من فکر کنم شما سه تا اولین با هم اصلا اینا رو فراموش کنید من شد نفر چهارو جدی میبینی؟ نفر چهارو خانوم اسکندری با چه امتیازی؟ امتیاز رو پشته؟ با 17 امتیاز 17 امتیاز نفر سوم خانوم نرگس با چند امتیاز؟ آه امتیاز 18 با یه امتیاز بیشتر از شما بله دیدی گفتم همون پیشبینی که کردی نرگس من اولم نصیبم خانم مخاطب ای جونه امتیازی نوزده من میخوام یه چیزی بهتون من اول شدم تلاش های بینوش تلاش بیشون بینوش 23 عزیزم جدی بابا افتخارشون تبریک ببین من یه جوری بهتون میگم من جایگاهم زیر صفره خب بعد من راستشو بخوام وقتی اومدم نه اینجور مهمونی های شما ها اول اصلا کف کردم حالا به زبون عامیانه که بگم حیرت کردم بعد واقعا مونده بودم بین شما سه تا من چیکار کنم یعنی چجوری امتیاز بدم که یکی از شما اولش اگه لاله میشد که مثلا خب نسرین چی نرگس نرگس میشد یعنی اینقدر شما سه تا عالی بودین من گفتم یک هر چی که دریافت میشه به عنوان جایزه باید بین شما سه نفر تقسیم بشه من اینجوری حس خودت اول بود من مردشون منو ببرم با این اول شده بچه به افتخارش دست بزنم عالیه اول شمای اول شمای نه 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 خانم بختیاری به من گفت که من به همه میخوام صفر بدم که خودم اول بشم و بعد اون سه نفر رو به عنوان اول انتخاب بکنم با صفر و یک و منفی یک سر کرد شماها رو در واقع از میدون خارج کنه که بعد بگه شما سه نفر اولین من هی به شوخی گفتم من برای احقاق رسیدم به آشپزی بهتر 100% باید جایگاه رو عوض کنم و این کار رو میکنم من در این حد نمیمونم خب بعد به شما امتیاز کم دادم بعد به مردمم هی گفتم که من به شوخی البته به خدا وگه میگم بچه نیستم که من خودم رو میکشونم با... تلاش نمیکنم خودم رو بکشونم بالا اونا رو میارم با این خود بعد و واقعا این کار کردی راجع به ما این کار کرد و گفتم البته با بچه ها هم مهمی بودیم به شوخی اینا یه امتیاز دیگه هم به تک تکتون دادم اونا اونجا هست به تک تکتون 10 دادم خانم بختیاری 5 میلیون تومن 50 میلیون ریال جایزه شماست این جایزه پس چی میشه الان؟ من جایزه رو تقسیم میکنیم بین این سه نفر چرا؟ نه به خاطر این که حق باشیم بابا چی؟ برها من به هر ستون برنده اولمون تبریک میگم و از نفر آخر رو برنده تشکر میکنم به نظرم خیلی خیلی شب خوبی بود ممنون از همه تون و مبارک هر ستاتون باشه من اگر آشپزی درست حسابی کرده بودم خدایی میومدم قشنگ ولی چون خودم میدونم که من چی بارم نیست به خاطر همین تصمیم گرفتم تو رو خدا بیا پیش ما یه موقع بیا میخوای سر به ما بزنی وایس خوبه